گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای صاحبان عقیده صحیح چه نوید با ارزشی بیان فرموده. صاحبان عقیده صحیح همانا مؤمنین حق هستند، مؤمنان حقی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حق اون مؤمنین این چنین فرموده، فرمودند عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. در هر کار مؤمن خیر هست، عجیب هست امر مؤمن، عجیب هست کار مؤمن، در هر کارش خیری نهفته. این تنها برای مؤمن هست، این تنها برای صاحبان عقیده صحیح هست، اون انسانهایی که در انتخاب عقیدهشون به هر خشک و تری دست نزدن، بلکه عقیده خودشون از اون چشمه های زلال و از اون دو منبع و مصدر اصیل اسلام انتخاب کردن، یعنی کتاب خدا و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. برای این چنین اصحاب عقیده صحیح که همانا مؤمنین حق هستن، هر کارشون خیر هست، در هر کارشون خیرها نهفته هست. اگر نعمتی از جانب پروردگار به اونها برسه، عزیزان من در هنگام نعمت خدایشون رو فراموش نمی کنن، در هنگام نعمت از اون عقیده صحیحی که انتخاب کردن از اون استفاده می کنن، از اون قیام می گیرن و اون عقیده صحیح به اونها میگه که در هنگام فزونی نعمت فزونی شکر لازم هست. هر چند نعمت بیشتر از جانب خدا بر صاحب عقیده صحیح نازل میشه، به همون صورت صاحب عقیده صحیح شکر پروردگار رو بیشتر ادا میکنه. این اصابته سرا، هر زمانی که یک خوشی، یک خوبی، یک نعمت به مؤمن و صاحب عقیده صحیح برسه، عزیزان من شکر، شکر پروردگار رو به جا میاره، اونو از جانب خدا میدونه. هرگز نمیشه که نعمت اونو از یاد پروردگارش غافل بکنه، هرگز نمیشه که داشتن مال زیاد اونو از ادای حق خدا در مال غافل بداره. هرگز نمیشه که عزیزان من جوانی، قدرتمندی، شجاعت اونو از ادای عزیزان من احکام الهی و از ادای فرایض الهی غافل بداره. خیر، بلکه هرچند از جانب خدا نعمت بر اون افزون میشه، شکر از جانب اون صاحب عقیده صحیح به بارگاه خدا بیشتر عرضه میشه. و برعکس، هرگاه ضرری بهش برسه، هرگاه یک پریشانی به صاحب عقیده صحیح برسه، مصیبتی برش وارد بشه، صبر خدا رو پیش میکنه، اون چیزی رو پیش میکنه که خداوند متعال اون صفت و از صفات مؤمنین بیان کرده: صابرین، شاکرین، مؤمنین و اصحاب عقیده صحیح این چنین صفت رو دارند. برای عزیزان محترم، صاحب عقیده صحیح هنگام فزونی نعمت این آیه خدا رو زمزمه میکنه که وما بكم من نعمت فمن الله، بنابراین شکر خدا رو افزون میکنه و میدونه وعده خدا رو و بیاد داره وعده خدا رو که می فرماید و اذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم این عذابی لشدید. و هرگاه سختی و مصیبتی بر صاحب عقیده صحیح وارد بشه،
صبر و پیشه می کنه، زیرا می داند که خداوند متعال انسان و مورد آزمایش قرار می ده و یقین دارد که اون مصیبت از جانب خدا بر اون وارد شده و فقط ذات احدیت هست که اون مصیبت و اون پریشانی و اون ضرر رو از اون جبران بکنه و رفع بکنه و بس. بنابراین به این چنین آیات عین الیقین ایمان و اعتقاد داره و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. بنابراین عزیزان من، صاحب عقیده صحیح هنگام پریشانی و هنگام مصیبت دنبال ملای دین فروش حرکت نمی کنه، دنبال جادوگر و کاهن و عراف حرکت نمی کنه، دنبال شعبده باز حرکت نمی کنه، به هر تر و خشکی دست نمی زنه، بلکه به طرف پروردگارش خالصانه و مخلصانه رجوع می کنه، با قلبی خالص دست به طرف دعا بر می داره، هیچ چیزی رو بین خودش و بین پروردگارش واسطه قرار نمیده مگر اعمال صالحی که برای پروردگارش خالص انجام میده و بعد از اون اعمال صالح از پروردگارش عاجزانه طلب میکنه که اون مصیبت و پریشانی رو از او رفع کنه و بس. اما اون کسانی که عقاید فاسد و عقاید مریض رو دارند، اصحاب عقاید بیمار، عزیزان من تا زمانی که نعمت دارند سرگرم خوشگذرانی و سرگرم صرف اون نعمت ها هستند بدون اینکه شکر خدا رو به جا بیارند و هرگاه که مصیبتی بر اونها وارد شد فوراً به این و آن دست می زدند، هر قبری رو، هر صاحب گنبدی رو و هر صاحب قبه ای رو صدا می زنند و از همه استمداد و استغاثه طلب می کنند به جز از الله یگانه و یکتا. اینا هستن صاحبان عقیده فاسد و صاحبان عقیده بیمار و آنان صاحبان عقیده صحیح که در هر حالت، در حالت نعمت و در حالت نقمت، فقط متوجه ذات احدیت و باری تعالی می شوند و بعد